شورای ولایتی هرات با تبدیلی آمر امنیت فرماندهی پلیس این ولایت واکنش جدی نشان دادند. اخیرا وزارت داخله طی مکتوب رسمی عبدالقنی عمرزاد آمر امنیت پلیس هرات را تبدیل کرده است. نمایندگان مردم هرات در مجلس و شورای ولایتی عمل کرده آمر امنیت را ستایش کرده از وزارت داخله میخواهند تا در تصمیم خود تجدید نظر کند. آنها هشدار میدهند که اگر به خواستشان رسیدگی نشود روابط خود را با حکومت قطع خواهند کرد. محسن کریمی گزارش میدهد. مکتوب رسمی تبدیلی آمر امنیت پلیس هرات ناوقت روز دوشنبه به قماندانی امنی این ولایت رسید. یک دگروال وزارت داخله با عنوان آمر امنیت جدید این قماندانی به هرات فرستاده شده است. اما هنگام معرفی آن، مسئولان امنیتی با مخالفت جدی نماینده های مردم در شورای ولایتی و مجلس نمایندگان روبرو شدند. این نمایندگان از کارکرد دگروال غنی خان آمر امنیت فعلی قماندانی امنی هرات ستایش می کنند، اما هشدار می دهند که اگر وزارت داخله به خواست آنها توجه نکند روابط خود را با حکومت قطع خواهند کرد. ما هم وقتی میگیم باید آمر امنیت هرات با سمت خو ابقا باشد، صرف به خاطر تامین امنیت مردم هرات میگیم. بنان لازم هست که آمر امنیت به هرات باشه. در اگر وزیر داخله صدای مردم هرات نشنوه، باز ما وزیر داخله را استیضا خواهد کردیم و از او پرسان خواهد کردیم که چرا دست به چنین کار زده. دولت میگیم زمان ما فقط است که مردم با دولت همکار باشد و مردم زمانی با دولت همکارش می باشد که با تایید مردم باشد. زمان با تایید مردم نباشد، بلکه با دولت هم همکاری نخواهد کرد. و اگر جناب وزیر صاحب به خواسته های قانونی مردم احترام نگذاره، اعضای شورای ولایتی به تمام 15 ولسوالی خبر میدیم ما دیگه با همین دولت همکاری نمی کنیم و نخواهیم کرد. از سوی دیگر مسئولان امنیتی در این ولایت میگویند این تصمیم وزارت امور داخله است و تنها هرات نه، بلکه در چندین ولایت دیگر نیز تغییرات در سطح آمرین فرماندهی های پلیس آورده شده است. فرمانده پلیس زون 66 انصار میگوید در حال حاضر مکتوب رسمی از وزارت داخله به آنها رسیده است و مکلفند که طبق دستور عمل کنند. اما نمایندگان مردم برای اینکه آمر امنیت کنونی تبدیل نشود تا دو روز دیگر این برنامه را به تعویق انداختند. و مردم هرات هم، مردم وطن دوست، مردم مجاهد، مردم قهرمان، اینا هم به گمانم صلح میخوان، آرامی میخوان، امنیت میخوان، رفاه میخوان و کسایی را میخوان که بیشتر از پیش در خدمتشون باشن. دیگه تبدیلی ما موجب از این نمیشه که بی امنیتی از شود. ما به این خاطر تغییری و تبدیل در مقامات بالایی میکنن که در بخش امنیت بهبود بیاید، نه به خاطر خرابی امنیت. اگر ما هر کارمند ما تبدیل شود، ما بریم دروازه گای ماموریت بسته کنیم، گای مثلا پلیس بسته کنیم، این منطق خود نداره. با این حال برخی اعضای شورای ولایتی هرات عملکرد نیروهای امنیتی را طی 4 ماه گذشته خوب توصیف می‌کنند. مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات می‌گوید طی این مدت پلیس دستاوردهای خوبی داشته و توانسته وضعیت امنیتی را کنترل کند. تمام این واقعات قتل‌ها بسیار کاهش پیدا کرده، واقعات اختطاف‌ها که 4 ماه قبل حدود 13 مورد بود، در ماه قبل 2 مورد بوده، در این ماه 3 مورد واقعات اختطاف بوده و واقعات درگیری های مسلحانه که در 4 ماه قبل به یک تعداد بسیار زیاد بالاتر از 20 درگیری بود، در این ماه تنها 3 درگیری مسلحانه بوده. اینو آمار نشون میده که دشمن توانایی مقابله رو در رو با نیروهای پلیس نداره. دگروال عبدالغنی عمرزاد تقریبا 6 ماه میشود که به سمت آمر امنیت قماندانی امنی هرات کار میکند. طی این مدت توانسته ده ها گروه اختطافگر، تروریست و دزدان مسلح را متلاشی کند. حالا مردم میخواهند تا او به کارش باقی بماند.